وای نشستی جلوم داری سینیت میخوری. فکر نمی کردم این روزا رو ببینم. چی شد؟ داداشت بهت ماشین داد ولی خرجی نداد؟ خرجی دیگه چیه زشت خزان؟ چه عجب، بالاخره یکی به خودش اومد. بعد از این که مامانم وکیلو گفت تو یه جوری شدی سینا. ببینم نکنه از مامانم ناراحت شدی. مامان تو وکیل و اینا رو ول کن حالا، تعریف کن ببینم اون روز چی شد. دوست دارم هرچی هست کامل به هم بگی. زود باش. اول تو. اول من چی؟ دیروز تو کلانتری بهم گفتی به قدر کافی در حق بی‌انصافی کردم. چه بی‌انصافی بهم کردی؟ ببینم تو سوال جدیه ها؟ ببین میتونم یه لیست از بی‌اعتمادی‌هایی که به هم داشتی درست کنم همین الان برات بخونم. نگو که این یه جمله برات تعجب برانگیز بوده. خب یعنی چیزه، نمیدونم چجوری بگم، ولی وقتی تو اینجوری گفتی فکر کردم چیز دیگه ای هست، یعنی اینجوری حس کردم. چه چیز دیگه ای میتونه باشه؟ نیست نه؟ یعنی به جز اون بازی و جریان ها چیز دیگه ای که دیگه نیست نه؟ خزان ما اومدیم اینجا در مورد چی حرف بزنیم؟ اون وقت تو چی داری به هم میگی؟ میگم باید در مورد نیل حرف بزنیم، باید یه چیزایی رو به هم بگی. باشه تعریف میکنم. منو بگو خوشحال بودم کار پیدا کردم، بعدم رفتم همینجور منتظر موندم. واقعا وقتمو گرفتم. یه لحظه صبر کن ببینم، از خونه زنگ زدن ولی صدای نیل نبود، درسته؟ مطمئنی؟ معلومه که مطمئنم. بیا دیگه، نگو که مرخصی تو میخوای بمونی خونه. صبح بخیر. مثل اینکه امروز روز مرخصیته. آقا سینا بپر بالا، خودم میرسونمت. آقا سینان منو وارد این ماجرا نکنین، من آدمیم که تو حال خودمم، چند ساله دارم برای خانم نیل کار میکنم، آقا اکرام خرج تحصیل خواهرمو میده، تو رو خدا به من کاری نداشته باشی. من وارد این ماجرا کردم یا نیل؟ میدونی اومدیم کجا؟ اینجا خونه دختریه که به خاطر شهادتی که تو دادی قراره بره زندان. شما چی کار میکنین؟ من نمیتونم با اون دختر حرف بزنم. اونم با تو حرف نمیزنم، نیاوردم اینجا که حرف بزنه. تو رو خدا منو نندازین تو دردسر. اصلا کنجکاو نیستی؟ دختری که فقط یه بار تو زندگی دیدیش به خاطر تو زندگیش به کل میریزه به هم. اسمش خزانه، میدونستی؟ به خاطر دوتا جمله که تو گفتی مجازات میشه. برات مهم نیست کیه و کجا زندگی میکنه، ولی به خاطر حرفایی که قراره بزنی زندگیش دگرگون میشه. به نظرت این انصافه؟ ببین این همون خزانه، یادت اومد؟ تو مسئول خواهرتی دیگه نه؟ اونم مسئول همه خانوادشه، اتفاقا اونم یه خواهر داره. از وقتی 7 سالش بوده کار میکنه که خرج خونه و خواهرشو در میاره، ولی الان بیکار شده. در جریان اخبار روزنامه که هستی، نیل خانوم ناراحت شدن، رفتن سفارش کردن از باشگاه اخراجش کنن.
الان یا میره دنبال وکیل یا دنبال کار، ولی مطمئنن به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. حتما تو هم اینو میدونی، به سختی میتونه کار پیدا کنه، چون دیگه یه سابقه دار به حساب میاد. بعیده که وکیلم بتونه براش کاری بکنه، چون نیل خانم شاهد دارن. گریه میکنی؟ ولی اون گریه نمیکنه. میدونی برای چی؟ چون خودش میدونه که بیگناهه، ولی تو اینجا گریه میکنی، چون تو هم میدونی که اون بیگناهه. من آدم مهمی نیستم، باشه؟ با ارزش که اصلا نیستم، برای هیچ کس با ارزش نیستم، برای تو هم همینطور خزان. بفرمایید آقا آصف، خبر جدیدی شده؟ بله خزان خانم. گوش میکنم. خزان خانم، طرف مقابل نمیخواست که من اینو به شما بگم، اما من وظیفه‌ام بود که بهتون اطلاع بدم. متوجه نشدم، میشه بیشتر توضیح بدین؟ آقای هالدون جان ترک بارها با من تماس گرفته، اصرار داره که تا روز دادگاه به عناوین مختلف به ما کمک کنه. یه لحظه صبر کنین، منظورتون وکیل ایگمنه هست؟ بله. متوجه شدم. نه من نمیتونم همچین چیزی رو قبول کنم. وکیل من شما این، میخوام شما وکالتم رو انجام بدین، نیازی هم به کمک نداریم. باشه خزان خانم. خیلی ممنون. تو چی کار میکنی سینا؟ ولش کن، تو راحت باش. ازت نمیپرسم برای کمک کردم به اون دختر چه کارایی کردی. هر دومون این همین، پسر خوبه وکیل میفرسته، پسر بده. پسر بده هم طبق معمول همیشه با ندونم کاریاش کارا رو خرابترم میکنه. ها؟ خسته نباشی. میخواستم یاووز نیازی نیست، ممنونم. ولی این بار فرق میکنه، من خودم همه چی ثابت میکنم. ببینم چی کار. شب بخیر. خیلی خوب شد که هر دوتاتون رو میبینم. ببینم کدومتون میخواد قضیه وکیل رو برام توضیح بده. وقتی داشتم می اومدم اینجا خیلی فکر کردم، برای چی؟ این آدم چرا باید به من کمک کنه؟ و سینان برای چی وانمود کرد خودش وکیلو گرفته؟ من جواب منطقی براش پیدا نکردم، اما شما حتما یه جوابی برای سوالم دارین دیگه. اگه موافقی بریم بالا در این مورد حرف بزنیم. نیومدم اینجا که زیاد وقت بذارم، تصمیمم ندارم بیام بالا، فقط باید یه جواب بهم بدی. جوابو میشنوم و میرم. فکر میکنم جوابی جواب که جواب طولانی نداری. مسئله ایم نیست که بخوایم بزرگش کنیم، البته از نظر من. سینان وکیلم خواست، منم دادم. سینان خواست، تو هم وکیلو دادی، برای چی؟
مگه این وکیل وکیل شرکتتون نیست؟ سینان خودش نمیتونست بهش بگه؟ شرکت یه قوانینی برای خودش داره. دنبال یه جواب بودی، گرفتی. خوبه؟ شب بخیر. تو چی؟ تو هیچ حرفی نداری به هم بزنی؟ جوابی که میخواستی و بهت داد. من هیچ حرفی ندارم. آره، تو همه یه حرفاتو به هم زدی دیگه، نه؟ من میخواستم به تو کمک کنم، اونم به من کمک کرد. همش همین، همش همین. آره همش همین. پس بذار یه چیز جدید بهت بگم. دلم نمیخواد برادرت بهم کمک کنه، حالا چه با واسطه باشه چه بدون واسطه. کمک کسیو که وقتی میبینمش موهای تنم سفت میشه رو نمیخوام سینان. اینو هیچ وقت یادت نره. به کمک تو هم نیازی ندارم. دیگه ندارم. آدمی گریه چرا راستشو نگفتی؟ چرا قضیه هتل رو بهش نگفتی؟ به قدر کافی مشکلات داره. نخواستم حالش رو بدتر کنم. نخواستم بیشتر از این به خاطر مادرش خجالت بکشه.
چی شد؟ تو چرا اینقدر ناراحت شدی؟ تبدیل شدی به یه قهرمان؟ نه خیر، آدم بد نمیتونه قهرمان باشه. تو مشکل چیه؟ بی خیال داداش، شب بخیر. منو ببین، نکنه واقعا عاشق این دختره شدی؟ برو پی کارت بابا. من نمیتونم عاشق بشم، نمیتونم. من نمیتونم عاشق شم. پس که قهرمانم شدی، آره پسری ترسو. خب حالا که چی؟ پس کی میخوای اعتراف کنی پسر؟ بفرمایی. کجایی؟ میخوام بیام پیشت. آخرش همون جوری شد که تو میگفتی. گفتی کار به دادگاه نمیکشه؟ نکشی. موفق شدی، منو نجات دادی. چرا هیچی نمیگی؟ میدونم به خاطر کارهایی که نیل کرده خودتو مقصر میدونی، برای همین با من اونجوری حرف زدی و اونجوری رفتار کردی، چون خودتو مقصر میدونی. تو هیچی نمیدونی خزان، نمیدونی باهات چی کار کردم. تو چشام نگاه میکنی و میگی نمیدونی با هم چی کار کرده خزم، بعد سکوت میکنی. خب یه چیزی بگو، حرفی بزن سینان. ببین تو به من نگاه کن. تو میخوای بهت بگم تو با من چی کار کردی؟ میگفتی باور کن، ازم خواستی باورت کنم. من از اون موقع باورت کردم، با دل و جون، با همه ی ترسام، با همه ی بی‌اعتمادیام سینان، باورت کردم. خزان یه لحظه گوش کن، هیچی نگو. به عمق چشات که نگاه میکنم باورم بهت بیشتر میشه. من نمیتونم خزان. چیو نمیتونی سینا؟ چیو نمیتونی؟